بچه های خودمون. سلام، علی هستم از بچه های هواداران مجاهدین خلق کانون شورشی 540. امروز 18 دی 96، الان جلوی زندان نبین هستم که تحصان دراویش و زندانیانی که چند روز گذشته گرفته شده. همه خانواده ها منتظرن و اینجا آتیش درست کردن، مردم براشون غذا میارن، چادر زدن، همه چادر میشستن و خیلی هم بیرون هستن، با بچه های کوچیک، پیرزن، پیرمرد، همه هستن به امید آزادی همه شد. درود بر فرمانده کبیر ارتش آزادی بخش ملی ایران. از جامعه پزشکی فرمانت را شنیدیم برادر مسعود. آتش جواب آتش، گوش به فرمانت، حاضر حاضر حاضر. با هزاران سلام و درود به شیر همیشه بیدار، از تهران صحبت میکنم. برادر، پیام چهارم شما را با جان دل شنیدم. ما همصدا با مردم ایران خطاب به نظام پلید همدستان استعماری آنها فریاد برمیراوریم. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، دیگه این بازی ها را جمع کنید. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران. اشرف هزار، 19 دی 96. با سلام، ما تیم ها و دسته های یگان های ارتش آزادی بخش ملی را در راستای هزار اشرف و کانون های شورشی برای گسترش قیام برپا می کنیم و تنها راه سرنگونی این رژیم پلید آخونده همین است. قیام ادامه پیدا می کند. اشرف شماره 1000، تهران، 18 دی 96، حاضر حاضر حاضر. عراق، 18 دی 96، خیابان دانشگاه. برادر مسعود با سلام، پیام شماره 4 شما رو با گوش جان شنیدم. من هم همصدا با شما میگم، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی. کانون شورشی 640. با سلام، بنده به عنوان یکی از کانونهای قیام علیه دیکتاتوری و نابرابری رژیم ایران از پیام اخیر برادر مسعود رجوی حمایت می کنم. برادر مسعود، پیامت را شنیدم و این را همگی می دانیم که این قیام بدون رهبر نیست و شورای ملی مقاومت متشکل از همه کسانی است که برای آزادی مردم ایران مبارزه می کنند. این قیام هرگز خونسا نخواهد شد، چون ما همگی پشت شورای ملی مقاومت حرکت خواهیم کرد. رمز پیروزی ما
در وحدت همه گروه‌های ملی و دموکراتیک در شورای ملی مقاومت است. زنده باد آزادی، زنده باد مقاومت. 18 دی ماه 96. با سلام و درود فراوان خدمت همه مردم قهرمان میهن اشغال شده عزیزمون ایران. بنده صبوری هم، خبرنگار سیمای آزادی. پیام دیشب آقای رجوی رهبر مقاومت رو شنیدم و همونطوری که ایشون اشاره کردن، واقعا دیگه نه اصلاح طلب و نه اصولگرایان جایگاهی بین مردم ندارن و این بازی‌ها جواب نمیده و تموم شده و تابو و بت خامنه‌ای واقعا شکسته و راهی به جز سرنگونی برای اینها متصور نیستیم و هر کاری هم که بکنن آب رفته رو در واقع نمیشه دیگه به جوی برگردون. من هم به نوبه خودم باز حاضر میگم و آماده برای هر کاری در راه این قیام هستم. مرگ بر اصل برایت فقیه. درود بر ارتش آزادی بخش. صبوری 18 دی ماه. سیمای آزادی. سلام برادر مسعود، پیامت رو دریافت کردیم، شنیدیم، آماده ایم با جان و دل با شور و اشتیاقی انقلابی باوری فولادی برای براندازی رژیم آتیش در مقابل آتیش. خواستم بگم حاضریم، حاضر. کردستان اشرف 275 به زبان کردیم میگم برای هموطنهای کردم. پاک مسعود، پیامی تو من گرد، حاضرین و گیان و دل با براندازیم رژیمه آتش لمقابل آتش. کردستان اشرف 275 سرکفه قیامی مردمی ایران سرنگون با رژیمی کمالی اسلامی. سلام، من از کانون 340 کردستان پیام میدم. برادر مسعود پیامتو شنیدم. ما هم خواهان ایرانی آزاد در سایه شورای ملی مقاومت هستیم و از کانون 340 کردستان، از تمام مردم، از تمام شوراها و جناها و گروهها و دسته‌ها میخواد که در یک ایران آزاد با هم همکاری بکنن. و برادر مسعود در جواب شما هم باید بگم که پیام آتش رو با آتش خواهیم داد. شاه سلطان ولایت، آتش جواب آتش. با تشکر. سلام به رهبر مقاومت ملی ایران، سلام به مقاومت ملی ایران، سلام به تمامی اشرف نشان ها. من یک شهروند دربند ایرانی هستم، یک شهروندی که 29 بهار را تجربه کردم، اما آکنده از درد، نتفهم و گرامی و فرق است. البته این دست خود تمامی مردم هم نیست که عاشق آزادی هم. اما بیش از 36 سال از گرامی فقیر دستگاه حسنی خودش مردم را از آن محروم کردن. ولی به قول برادر مسئول، مگر می شود باران را از باریدنش باز باش. این روزها هوای کشور آزین بندی شده با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده و آتش جواب آتش. بله برادر، من پیام شماره 4 را گرفته ام. من به عنوان یک جوان ایرانی با مرزبندی روشن آمادگی خودم را اعلام می کنم. زنده باد آزادی، زنده باد مردم قهرمان ایران. اشرف 999 18 دی 96. آزادی تو را به دست خواهیم. برادر مسعود عزیز سلام، من احمد هستم از تهران. پیام های شما رو با گوش جان شنیدیم. میخواستم صحبت کوتاهی داشته باشم با شما. حرف ما جوان هایی که در این قیام شرکت داشتیم و خواهیم داشت همون نشاه و نشیخ هست و مرزبندی با دیکتاتوری وابستگی که 120 هزار مجاهد با خونشون بهای سنگینی پرداختند برای این هدف. ما به هیچ وجه به گذشته برنخواهیم گشت و به خون
شهدای چون حنیف نژادها، سعید محسنها، بدیع زادگانها و جزنیها خیانت نخواهیم کرد. و اینو میدونیم که صورت مسئله در انقلاب ایران آلترناتیو رهبری است، همونطور که شما گفتید. و من به عنوان یک جوان ایرانی میدونم که دیکتاتوری شاه توسط پدران و مادران ما سرنگون شده و باز هم میگم ما به عقب بر نخواهیم گشت و دند عقب نداریم و نداریم و باندهای رژیم همونطور که بهشون گفتیم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. بنابراین ما جوانان فهمیدیم که میدوندار تمام صحنه ها در تمامی خیزش ها و قیام ها مجاهدین هستند و در نهایت به دست مجاهدین خلق و به دست ارتش آزادی بخش ملی ایران این رژیم پلید ضد بشری آخوندی سرنگون خواهد شد. و همونطور که در پیام قبلتون گفتین جواب ما به رژیم همون هست که شما فرمودین، آتش جواب آتش. اشرف 125 از هزار اشرف، دوشنبه 18 دی ماه، شیراز. خبرنگار سیمای آزادی، اشرف 111 دی 96. هموطنان سلام و درود به همه قیام آفرینان سراسر ایران زمین. خطاب به شهیدان قیام و خانواده های قهرمان آنان، این قیام تا سرنگونی تمامیت نظام آخوندی ادامه خواهد داشت. و اما خطاب به خلیفه ارتجا، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده، آتش جواب آتش. درود بر فرمانده کل ارتش آزادی بخش. برادر پیامت را گرفتم، حاضریم حاضریم حاضریم. با درود فراوان خدمت قیام آفرینان، آرمان هستم از یاسود. میخواستم حمایت خودم را از اعتراضات و تظاهرات های اخیر اعلام کنم و بگم که پیام شما را شنیدم برادر. و ضمن اعلام همبستگی در این قیام با جان دل میگم که حاضر حاضر و حاضر. 18 دی 96، یاسود. برادر پیام چهارمت رو شنیدم. این رژیم هر کار کنه که بخواد نشون بده ملت دنبال شاه هستن و یا به همین رژیم قانع هستن، دیگه هناش رنگ نداره و ما جوانان ایرانی دیگه فهمیدیم. ما با شعار نه شاه و نه شیخ ایستاده ایم و دنبال جمهوری دموکراتیک هستیم و تا روز سرنگونی این رژیم قیام را ادامه می دهیم و ایران را آزاد می کنیم. زنده باد شورای ملی مقاومت، آتش جواب آتش. 17 دی تهران، اشرف 112. اینجا مسیر تظاهرات اکثر مسیر پر از نیروهای گارد ویژه است که از قیام مردم جلوگیری کنند. ولی خب میخوام بگم که این قیام تا سرنگونی ادامه داره. برادر مسعود پیامتو شنیدم، آتش جواب آتش. اشرف 108 از قم. برادر پیام شماره 4 شما رو شنیدم. ما یگان های ارتش آزادی بخش ایران اعلام آمادگی میکنیم. برادر میخوام که اسم مرا بنویسی به عنوان یک مجاهد که هر لحظه برای هر فرمانی آماده هستم. سرنگونی این رژیم به دست ارتش آزادی بخش امکان پذیر است. یگان مجاهد شهید حمید دهقان، امشب 17 دی ماه. We'll be right back.